پیرینی میوهی برتان جور میکرم. با امید از اینکه شما هم کوشش کنید تیار کنین، شیر خالص اضافه کنین تا یک با طعم خوب یک غذای شیرینی را آماده کنین. به این اندازه کلش ریزه میکنیم. حلقه جلیبی را جور میکنیم دوستا، هم شکلش خوب تر میشه. یک مقدار قسمت وسطش هم اضافه میکنیم. کاملا آماده شد. به نام خدا. عرض سلام دوست عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتان و امروز برتان یک غذای بسیار منظم و خوشمزه آماده میکنم که یک شیرینی است و فرینی میوهی برتان جور میکنم. با امید از اینکه شما هم کوشش کنید تیار کنین. همیشه وقت دوستان ما درخواستی را کرده بودن که برای ما یک فرینی میوهی جور کنین و او هم به یک دورنگ باشه بسیار خوب است. حتما برتان از دورنگ استفاده میکنیم. امیدوار هستم که شما هم کوشش کنین از این استفاده کنین. اکثر دوستای ما شاید فرینی زیادتر آماده کرده باشند. یکی از روزها ما فرینی برتان آماده کردیم زعفرانی و دوستای ما تقاضا کردن برای ما میوهی جور کنین. حتما برتان جور میکنیم. ببینید که در ابتدا مواد لازمه را برای شما یادآور شم. بعد از مواد لازمه ببینید کدام کارا را ما انجام میدیم و بسیار ساده آماده میشه. مواد لازمه است: کیله 2 عدد، سیب 1 عدد، انار 1 عدد، شیر 1 لیتر، پسته به مقدار لازم، آرد کانفلاور به مقدار لازم، بوره تقریبا 1 گیلاس استفاده میکنیم و در پالش از عسل هم استفاده میشه. و دوستان عزیز، مواد لازمه رو با شما یادآور شده و مرات هم استاستا روشن میکنیم تا دیگه خوب گرم بیا آماده شود. و همیشه وقت ما براتون کوشش میکنم غذا آماده کنم، شیرینی باب آماده کنیم و یکی از کلچه کیک آماده کرده بودیم و دوستای ما خواستن که یک فرینی میوایی برشان درست بکنیم و این فرینی رو شما میتونید در گیلاس در ظرفکای خرد خرد تزیین کنیم، بسیار خوب است. اما ما خواستم که یک دیشک کلان تزیین کنم، چرا که اینجا همکارای مسئولشون یک جای نوشجان میکنن. اما در خانه اگر میمانی داشتین و اینمی اندازه که ما براتون فرینی میوهی را آماده میکنم، تقریبا در 10 ظرف خرد میتونین که آماده کنین. مثل که این ظرف خرد شما میدونیش پسته است با شیشه ایش باشه که یک بار میوه اضافه کنین، باز یک رنگ فرینی، باز دوباره یک رنگ دیگه از رنگ شیرین استفاده میکنیم که رنگ شیرین هم ما گرفتیم به خاطر طعمش بسیار خوب است و همیشه وقت شیرینی ما خوشمزه تر آماده میشه. دیگه ماستاستا گرم میشه و چی خوب است که شیر اضافه کنیم. تقریبا شیر 1 لیتر شیر است و اکثر دوستای ما شیر که میخرن و 1 لیتر همراهش 1 لیتر آب اضافه میکنن، یک کمک باز دیگه طعمش خوبتر آماده نمیشه. کوشش کنین که شیر خالص اضافه کنین تا یک با طعم خوب یک غذای شیرینی را آماده کنین. و پسته را آستاستا همراه کار دیر آماده میکنیم. اگر شما از اونگ استفاده کنین هم میتونین، اما به این ترتیب هم که ریزه شوه بالای فرینی و در وسط فرینی استفاده میکنیم و رنگش بسیار خوب است. دوستا میخواین بسیار میده میده شوه، بازو در روی فرینی ما را میتونیم استفاده کنیم. بالای فرینی بسیار خوب است و خوبی را میکس میکنیم. و آستاستا دیگه شیر گرمه، شیر که گرم آمد بعد از او باز بخیر ببینید که دیگه کدام کارها را انجام میتیم. البته آرد نشایسته یا کانفلور رو ما یک مقدار زیادتر گرفتیم، میخواییم که کمش در ظرف اضافه کنیم. بعد از اینکه باز یک مقدار دیگه ضرورت میشه دوباره آبش میکنیم، قدر زیاد نیاز نیست و مقدار لازم باشه خوب است. و همیشه وقت آرد اگر ما زیادتر بگیریم آبش کنیم اضافهش باز دوباره نمیتونیم در دیگه غذا دفتن اگر باشه اضافه میشه، اگر روزبانه خراب میشه و کیفیت خود از دست میده. بستر باز هم ریزه میکنیم و اکثر دوستای ما تقاضا کرده بودن که یک بورانی بانجان برای ما جور کنیم. حتما براتون جور میکنیم یک کمک متفاوت و تا شما هم بتونید رو آماده کنین. قسمی که اکثریت وقت دوستای ما دیدن بولانی بانجان به اون ترکیب جور میشه که مثلا شما در روغن سرخش میکنین و بعد از ساس و بانجان می سریال برش جور میکنین، اما ما میخواییم امروی گوشت پارشان براتون جور کنم. البته این را ما بار جور کردیم، بسیار یک طعم خوب داره. امیدوار هستم که شما هم هفته یک روز بازی را جور کنین. در این روزای نزدیک براتون جور میکنم انشالله. و همیشه وقت شیرم متوجه باشین که سر نره در جریان که شیر جوش میخوره و آماده میشه
شما میتونید که آستاستا کار خود انجام بدین. خوب مخلطش میکریم و شیر یک مقدار که جوش خورد بعد از این آماده میشه دوستا. یه بوره را اضافه کنیم و بوره را میگیریم اضافه میکنیم، کمتر چرا که از عسل هم استفاده میشه. یک گلاس گرفتیم، شاید نصف شه اضافه کنیم، چرا میشه وقت بوره یک ذره زیادتر پیش شما باشه خوب است. وقتی که دیدیم یک مقدار شیرینیش کمتر باشه خوب است که از عسل زیادتر استفاده کنیم. در بعد از این آرد نشایستهش آماده میکنیم و میوه شما استاستا آماده میکنیم و وقتی کوتاه میگیریم دوباره برمیکنیم. بعدم برنامه خوش آمدید دوستا و حال چه خوب است که البته آرد نشایسته را یا کنفلر را آماده کردیم، یک مقدار آب یک گلاس اضافه کردیم، این را در یک گوشه یک میمانیم و چه خوب است که میوه را آماده بسازیم. در ابتدا گیله را میگیریم، دو عدد گیله است و همیشه وقت از گیلاس های بلند اگر داشته باشین یک ذره کلانتر باشه برش، دو بسیار مقبولتر تزیین میشه و مطابق میلتان ظرف انتخاب کنین، بسیار مقبول معلوم میشه. به یک نفر اگر در گیلاس جور شوه منظم معلوم میشه و یک شکل بسیار خوب میداشته باشه. گیله را از قسمت برش میکنیم و دوباره ریزش میکنیم و چهار تقسیم شوه که تا خوب ریزه ریزه شوه. همیشه وقت کوشش کنین گیله را به یک اندازه ریزه کنیم، بسیار خوب است و اکثر دوستای ما یک ذره فیرینی میوهی را کاماده میکنن، کلان تر کلان میگیرن توتایشه، اما به اندازه باشه بسیار خوب است. به این اندازه کلش ریزه میکنیم و دو عدد گیله را ما گرفتیم. اگر شما بیشتر از این آماده میکردین، در خانه میمونی داشتین یا برای خود جور میکردین، فرق نمی کنه، میتونین یک مقدار موادش بیشتر بگیرین تا بتونین راحت تر غذایتان شیرینیتان آماده کنین. و من همیشه وقتی غذا را آماده میکنم شیرینی هم تعداد نفر میگم چقدر کفایت میگه، برای 10 نفر ما میتونیم کیره شیرینی را آماده کنیم، اما بیشتر از 10 نفر اگر شما این را آماده میکردین میتونین موادش بیشتر بگیرین. سیب زرد گرفتیم، سیب زرد که است یک بسیار شکل خوبه داره و طعم خوبه میده غذا را. سیب هم روی پوستش ریزه میکنیم، سیب از کیله که در ریزه تر شوه بسیار خوب است، زیادتر ریزه شوه. یک عدد یایش هم میگیریم، ماستاستا امگیش آماده میشه و چه خوب است که انارم دانایش خوب جدا کنیم و انار بسیار منظم خوبتر آماده میشه. امیدوار هستم که شما هم کوشش کنید که از انار استفاده کنید و این قسمتش هم میگیریم. خوب انار تازه هم است و پوستش خوب برش میکنید، بعد از او خودش توته میشه. ضرورت به این نیست که با شما زیادتر کارد بزنید وسط انار که انار کلش مکمل میریزه. همیشه وقت متوجه باشین انار که توته میکنید یک مقدار پشت کاردان بزنید شه آستاستا خب دانش جدا میشه. به این ترتیب مقدارش که جدا نشد میتونه نمرید استم آستاستا دیگه آماده کنید. دوستا عزیزانی که همیشه وقت پیام ماندن برنامه رو ببینن و کسایی که دوست هم دارن همیشه وقت شیرین بابا این رو جور کنید و شیر آستاستا دیگه جوش میه، انارم آماده شد. چه خوب است که بریم طرف دیگ. به این رقم شیر که جوش آمد میتونیم ما آرد نشایسته را اضافه کنیم، کم کم اضافه میکنیم. به این ترتیب خوب میکسش میکنیم، دفعه تن همگیش دم اندازیم، زیادتر اگر خدا سخت کنه بعد از او باز دیده نمیشه، چرا که وقتی نشایسته یا کامپلر را اضافه میکنیم یک مقدار دیده نمیشه تا که یک وقت جوش بخوره آماده شه و بعد از او دیده میشه که چقدر آماده شده و خوب مخلوطش میکنیم. خوب مخلوطش میکنیم دوستا و عراتش بسیار کم میکنیم تا در عرات کم خوب دم بخوره و آماده شوه. دیگر آرد نشایسته نیاز نداره، اضافه نمیشه. سرپوش هم میگیریم
بالاش ببریم که دم بخوره، برای 4-5 دقیقه دم بخوره تا خوب آرد نشستش آماده شود. و چی خوب است که انار باقی‌مانده را آماده کنیم. سر را آماده کردیم قبلا قسمی شما دیدین، و انار هر وقت توته می کردیم بسیار به احتیاط، اگر در لباسایتان سفید باشه یک رنگ روشن داشته باشه، آب انار بسیار زود با اون رنگ دیگه باز زود پاک نمیشه، به اون خاطر احتیاط کنین دوستا. و باقی مانده قسمت میمانیم. از رنگ شیری را یک مقدار در فرین اضافه میکنیم، اما حال نه دوباره که یک مقدارش اضافه کنین در دیش، بعد از اون اضافه میشه. و آستاستا دیگه کارهای ما تکمیل میشه عزیزان، و شما هم امیدوار هستیم که شیرینی را آماده کنین. سر میز هم یک مقدار جمع میکنیم. اینا بخیر دیگه آستاستا همگیش آماده میشه. و یک بار دیگه این را مخلوط میکنیم. کاملا به می اندازه کفایت میکنه. اگر بیشتر از این ما را سخت کنیم، باز نمیتونیم که دوباره ایره امرایش رنگ شیرین یک جای کنیم و دو رنگ جورش کنیم. یک رنگش که اضافه کردیم، دوباره باز یک ذره رنگ شیرین اضافه میکنیم، با دو رنگ بسیار یک رنگ خوب میکشه و خوشمزه‌تر و خوبتر آم میشه. و یک مقدار میوه اضافه میکنم، انار اضافه میشه. بینیم ترتیب آستاستا مگیش ما اضافه میکنیم، و پستک است برای غذای ما بسیار یک رنگ خوب میده. این قسمت ها پسته رو اضافه میکنیم و عسل هم نزدیکتر میاریم. ما از عسل استفاده میکنیم، بازم برتان میگم شما اگر عسل استفاده نکردین فرق نمیکنه، اما اگر در خانه عسل داشتین در یخچال یک قاشق دو قاشق اضافه کنین، بالایش بسیار یک رنگ خوب میگیره، خوشمزه تر آماده میشه. یک سر دوستای ما وقتی که فرینی میوه ای را آماده میکنن، و زیادتر سختش میکنن، فرینی را نشایستش زیاد میکنن و خوب میمیانن در که انداختن خوب سرد شد، مثل جیری وار میکشیشه و در قوری اضافه میکنه. به اون ترتیب هم اگر شما میتونستین یک مقدار باز فرینی را سختتر آماده کنین، بسیار نرم نباشه، اما به این ترتیب نشایسته زیادتر نیاز نیست که ما زیاد کنیم. و آستاستا بخیر دیگه عسل بسان اضافه میکنیم و حال نیاز نداره. یک کمی اگر بالای خود چیز زیاد کنیم بسیار خوب است. دوستای عزیز تاگ من سرپوش زیرا میکشم، یعنی بخیر دیگه سرپوشکشم در اینجا چسبیده. وقفه داریم دوباره برمیگردیم. برنامه برنامه خوش آمدید دوستان عزیز، و ارادش خاموش میکنیم، کاملا آماده شده. و چه خوب است که فرینی را اضافه کنیم همراه میوه یک جای، و شما هم کوشش کنید به این ترتیبی را آماده کنید. یک مقدار میوه را خوب اضافه کردم، خوب است سیب هم یک ذره زیادتر اضافه کنیم، کیلام کم تر استک. این حالا بخیر فرینی را اضافه میکنیم و ببینید چقدر با ما اندازه می نرم کردیم. قسمی قبلا گفتم بسیار سخت نباشه. این قسمت های ظرف اضافه میکنیم، خوب اضافهش میکنیم، یک یک ملاقه اضافه شوه، خوب گرم هم است و بسیار یک طعم خوب هم داره. با امیدوار هستم که شما این را جور کنین و آماده کنین، و حالا این را دوباره میمونیم. رنگ شیرین یک مقدار اضافه میشه امرای آرد نشایسته که اضافه کرده بودیم به این اندازه، و خوبی را مخلوط میکنیم، اضافهش میکنیم امرای فرینی یک جای. یک بار آرد روشن میکنیم یک مقدار خوب گرم شوه، خوب به مشکل میکسش میکنیم، هر قدر میکس شه و خوب است. دیگه دیگه قسمت میاریم نزدیکتر شوه، خوب به این ترتیب میکسش میکنیم. برای یک دقیقه میکس شوه بسیار خوب است، و یکی از همکارای ما دیگه جای دیگه برش تغییر شد. حالا برتان تصویر میده که شما ببینین که چقدر یک رنگ خوبه میگیره. همین که جوش آمد کفایت میکنه،
چرا یک موتور آب سرد بود باز طعمش خراب نشه دوستا. خب میکسش کرده میریم تا نچسبه. کاملا آماده شد و حال نوبت عسل است. عسل هم اضافه میکنیم. ببینید چقدر عسل یک مقدار خوشمزه تر میسازه. امیدوار هستم که شما هم عسل اضافه کنین. این قسمتاش در ظرف هم دیده شوه. این حلقه کفایت میکنه و قسمتاش که یک مقدار چرب شد با عسل میخواییم پاکش کنیم. این عزیزان میوه را اضافه میکنیم. همیشه وقت شما کوشش کنین که هر غذایی که آماده میکنین متوجه باشین موادایش مقدار لازم اضافه شود. بسیار خوب است تا بتانین راحت تر همیشه آماده کنین. یک مقدار انار شباز میمانیم در اخیر هم اضافه میکنیم. و یک ذره پر مصرف میآید اما یک چیز بسیار منظم و خوشمزه است. امیدوار هستم که شما این را حتما آماده کنین و نوشجان کنین و اضافهش میکنیم. ماده خماندرام ببینید در یک دیگ ما میتونیم دو نوره آماده کنیم و چه خوب است که دیگه بگیریم تا راحت تر همه گیش اضافه شوه. به این ترتیب اضافهش میکنیم. چهار طرف دیگر قدر که باشه راحت تر اضافه میشه دوستا. دیگه در جاش میریم و این را خوب انبار میسازیم. هر قدر انبار شد خوب است. این همه خیر آماده شد و این قسمت هایشون آستاستا میگیریم و قسمتش فیرینی در ظرف چسبیده که تا خوب منظم معلوم شوه. و قسمی که شما دیدین دوستا بسیار زودتر آماده میشه، اینقدر وقت ها رو نمیگیره. تقریبا 10 نفر میتونه از این شیرینی نوشجان کنه. انار رو اضافه میکنیم. یک قسمتش اضافه شوه. و اگر دوستای ما قسمی که در ابتدا گفتم امرای شیر آب میندازه آب اضافه کردین باز یک مقدار زیادتر میشه. میدیش یک ذره کلانتر بگیرین یا در گیلاس ها خواسته باشین در گیلاس هم میتونین آماده کنین. پسته که بسیار یک رنگ خوب میده غذای ما را. پسته هم در اخیر اضافه میکنیم و عسل هم باقی مانده و از عسل هم استفاده میشه دوستا. این قسمتش خوب اضافه میشه دوستا. و از مغز پسته خود میفهمیم دیگه که چقدر فواید فراوانی داره. همیشه وقت کوشش کنید که از پسته در غذا، در پلو، پلو میوه‌ای که از چقدر پسته رول داره و بسیار خوشمزه میسازه. یک روز براتون حتما پلو میوه‌ای جور میکنم که از میوه خشک جور میشه. امیدوار هستم شما هم جور کنین و نوشجان کنین. و دم قسمتاش که عسل هم زیادتر اضافه کردم و آل باز بسیار یک تصویره که خوب میده، خوبتر معلوم میشه. بریش کمتر انداختم به خاطر از اینکه عسل استفاده میشه. و حال یک بار دیگه میخواییم که عسل اضافه کنیم. به شکل حلقه جلیبی را جور میکنیم دوستا. هم شکلش خوبتر میشه و زیادتر هم اضافه میشه. باز هم فشارش میدیم یک مقدار در قسمت وسطش هم اضافه میکنیم. این کاملا آماده شد.